سلام عرض کنم خدمت شما رفقای عزیز. به درخواست شما رفقا میخوام امروز بهتون یه سوپ آموزش بدم. فکر میکنم سالها قبل آموزشش شدم رفته اون پایینه تو قبارا گم شده، ولی اینو بهتون بگم، سوپ شیر سعی کنید به اندازه درست بکنید و به اندازه سرو بکنید. من هر وقت مهمون خونم میاد سوپ شیر درست میکنم، همه اونقدر این سوپ شیر خوششون میاد میخورن سیر میشن، بعد اون وقته که تو غذاها دنبال ایراد میگردن. ببینید این یکی از فوتهای کوزه‌گریه. هیچ وقت پیش غذات نباید خوشمزه تر از غذا اصلیت باشه، اگه باشه دوچار مشکل میشی. خب اما فوت کوزه‌گری که میخوام بهتون بگم، کارمو با یه دونه پیاز شروع میکنم، یه پیازی که تو دست جا بشه. اینو میتونی برای چندین نفر سروش بکنی، فقط شما اندازه‌ها رو داشته باشی. ببینید پیاز و چاقو رو تیز کردم، شد خنجر، آدم میترسه کار کنه باش. پیاز رو بهش برش ریز کوچیک میزنید تا جایی که میتونید خوردش میکنید. به این شکل باید محو محو باشه. این از این خورد کنم پیاز هم برگردم. رفقا اینم از پیازمون. میبینید ما پیاز داغ نمیخوایم درست کنیم، با کره. کره قابلیت سرخ کردن آنچنانی تو حرارت بالا و های هیتو نداره، اصلا خودش مسموم میشه. شعله رو کم میکنید، آروم میذارید بافت پیازها شکسته بشه. همین اینو من بذارم، یه مقدارم بهش نمک اضافه میکنم که کمک کنه پیازمون نرمتر بشه، چون تو این سوپ نقشی بازی نمیکنه، یعنی خیلی خونسا و منفعلانه عمل میکنه. یادم رفته فارسی. خب بذارم اینجا روی گاز و بریم سراغ مرحله بعد. اکثر سوپ شیرایی که من خوردم یه بوی خامی اون هویج توش احساس میشه، ولی من یه کلکی بهش میزنم دیگه هویج اون بوی خامیرم نمیده، مزه سوپ مریض نمیگیره. توجه کنید میریم برای رنده کردنش با رنده درشت، خیلی راحته. اما هر مقداری که این صافتر بشه اینا قدش بلندتر میشه، از این بلندتر نمیخوایم بشه، تقریبا دو تا بنده انگشت. پس به همین شکل یه زاویه رندش میکنید، اجازه نمیدید که این زاویه بیشتر بشه. حالا چند تا هویج نیاز داریم؟ دو تا دونه هویج نیاز داریم. حالا یکی عقب افتاده بود ولی حالا این یه ذره به هویج میخوره. اینا رو هم رندش کنم و برگرد. خب اومدیم سراغ پیازمون. نگاه کنید چربی آنچنانی نداره، میبینید، ولی کرهه کمک کرده، خوشرنگ شده، خوشعطر شده و به همون کمک میکنه که بوی زحم مرغمون هم داخلش گرفته شه. حالا هویجی رو که رنده کردیم یه تف کوچیک بهش میدیم، خیلی کوچیک، هم باعث میشه، اما زیاد اگه بشه خراب میشه. یه تف خیلی کوچیک هم باعث میشه که خوش رنگ تر بشه، رنگ براقش تثبیت بشه، رنگ پریده نباشه و همینطور شق و رختر بانیسته. اما اگه به اندازه سرخ شه، زیاد هم سرخش کنید که خراب میشه. اینه تقریبا به اندازه 3-4 دقیقه تف کوچیک کنار پیازا بهش میده. یکی از سیکرت هایی که کسی بهتون یاد نمیده اینه، اگه فلفل سیاه بزنید سیاهش میکنه، اگه فلفل قرمز بزنید اصلا مزهش رو خراب میکنه. بس نیاز داریم که فلفل سفید بزنید. بیشتر عرب ها استفاده میکنن، بهش میگن فکر کنم میگن فلفل ابیض، اونقدر فیلم های عربی هاش وزینی های گرم یاد گرفتم، ولی واقعا خوشمزه. تو سوسیس و کالباس هم چیزی که به سوسیس کالباس مزه میده واقعا فلفل سفیده. خب اینا به اندازه نصف قاشق چای خوری بهش فلفل سفید اضافه میکنیم و میایم اینجا. من مرغمو قبلا پختم، میبینید یه دونه سینه مرغو قبلا پختم، هویجا رو یه تف کوچیک دادم. حالا میام با چی پختم اینو؟ با یه دونه پیاز پختمش، یه مقدارم بهش نمک زدم. من آبشو نیاز دارم ولی پیازشو نیاز ندارم، چون خودم براش پیاز خوشمزه و خوشگل درست کردم. میام آب از صافی رد میکنم و مرغشو در میارم. حالا این مرغو اینو یه مقداری بهش آب اضافه میکنم، هنوزم تو این مرحله من بهش شیر نمیزنم، یه مقداری بهش آب اضافه میکنم، میذارم قل بخوره تا بافت پیازم کاملا شکسته بشه و تو این فرصت میریم برای خرد کردن سینه مرغ. چون سوپ شیر یه غلظت خاصی داره، وقتی که دوست داری توش یه چیزی باشه، به خصوص مثلا مرغ به عنوان سورپرایز کنندش باشه، یا میتونی مکعبی خوردش کنی ریز، یا همین که میتونی ریشش کنی. اما اگه ریشش کردی باید به تیکه های این اندازه مرغتو در بیاری، اوسط ببری، وقتی که داری ریش میکنی به این شکل بشه. ولی وقتی در مورد ریش کردن صحبت میکنیم، نه اینکه بیاری چنان ریشش بکنی، این ریش کردن نی، اینجوری بعد ریشش بکنی، وقتی که خورده میشه
سپرایزت بکنه، یعنی برات خیلی خوشایند بشه وقتی که توی دهنت میادش. به خاطر همین من تو ریش کردن خیلی دقت میکنم همیشه. اینم من نکاتیه که یه دونه کلینه مرغ میبینی چقدرم زیاد شد. این سوپی رو که من بهتون گفتم اگه بخوای تو ظرفای کوچیک به عنوان پیشغذا سرویش کنی همین برای 10 نفر کفایت میکنه. خب اینا رو ریش کنم بریم سراغ مرحله بعد. ببینید چی شد، واقعا یه ذره ازش مزه کردم، خوشمزه شد. یه ذره هم نمک نیاز داره، حالا نمک هم بهش اضافه میکنم. مرغ ما ساده است، اصلا مزه دار نشده، حالا قراره داخل این مزه دار بشه. ببینید مرغا ریش شدم میره داخل استاکمون، نگاه کنید یه چند دقیقه، مثلا 4 دقیقه 5 دقیقه قبل اینکه بخوام بهش چیزای دیگر رو اضافه کنم بهش فرصت میدم تا با اینا حسابی یه قول بخوره و مزه دار بشه. ببینید مرغ به این زخامته، وقتی که پخته میشه واقعا مواد مرینه داخلش نمیره، ما بهش یه نمک زدیم و یه پیاز، اما تو این مواد که قول میخوره وقتی که خورده میشه واقعا میتونی احساس بکنی خوشمزگیشو. حالا میام سراغ قارچ. قارچانم اسلایس های نازک نزن، یعنی اگه اینجوری اسلایس بزنی حرومش کردی رفته. زخامتشو باید 3 برابر قبل بکنی. ببینید به این زخامت، چرا؟ قارچ هم جز به چیزایی که تو غذا آب میشه و روخشو نشون نمیده. اگه میخوای روخ پلنگ داشته باشه قارچ رو زخامتشو بیشتر بکنی. نگاه کنید این هم قارچ همون. قارچ حالا چند تا میخواد؟ آقا به اندازه وسطتون. میخوایی لاکچریش کنید 4 تا بیشتر بزنید، نمیخواید کم در بزنید، ولی کلن 7-8 تا قارچ میخوادش برای این چیزی که من دارم درست میکنم. خب قارچ ها رو هم بزنم بریم دیگه برای فاینالایز کردنش. ببینید اینا داره ریز قول میخوره، آبی هم نداره، خیلی کم سطح آبش. حالا قارچ ها هم بهش توی همین مرحله اضافه میکنم. اینم از این قارچام اضافه شد. شیر اگه پرچرب باشه 100 برابر این خوشمزه تر میشه. من ولی حقیقت شیر پرچرب نداشتم، شیر کمچرب دارم داخلش میدیدم، ولی مهم نیستش چون خامه ترشی که داریم باعث خوشمزه تر شدنش میشه و اون چربیش رو تامین میکنه. نگاه کنید یه دونه شیرم بهش اضافه کردم. اینجا بهش میگن یه بانچ، تو ایران هم میگن یه دسته، یه چیزی که توی دست جا بشه. میبینید انقدر تقریبا وزنش هم میشه بین 30 تا 35 گرم اگه تمیزش کرده باشی. خب اینم از جعفری. جعفری هم تا جایی که راه داره توی این سوپ نباید درشت باشه سایز جعفری، خورده خوردش بکنید. یه مقداری هم آخر سر برای سرو کردنش روی تاپش قرار میدید، به خاطر همین دیگه باید بریم برای ساتوری کردنش به این شکل. حالا اینو من خورد میکنم، اندازه‌ای که باید خورد بشه رو بهتون نشون میدم. خب از زمانی که شیر جوشید، قارچ هم نگاه کنید، قارچ هم قارچ خوبی شد، شیر جوشید دیگه بعد مرتب هم بزنید تا ته نگیره. حرارت رو ملایم ملایم هم بکنید باز این اتفاق براش میفته. میام الان تو کار چی؟ سبزی جعفری. چرا نذاشتم سبزی جعفری از اول باشه؟ چون دوستشم سبزیه توش زنده باشه. سبزیه چون وقتی زیاد میپزه اون اصلا حالا هوا سبزیه از دست میره. این از این سبزی رو اضافه کردم توی این مرحله. حالا میرم سراغ جو پرکش. این دیگه این برندی که گرفتم فکر کنم بهترین برند استرالیا باشه. اینم پیمونه باشگاه بدنسازی برای پروتئینه. یکی دوتا و سه تا. یه هم میدارم خودشون، همین الان هم خودشو نشون میده و میتونی متوجه بشی که اندازش درسته یا نه. من فکر میکنم یه نصف دیگه هم میخواد شد، سه پیمونه و نیم، همین اوکیه. میدونم بهترین نتیجه رو ازش میگیرم. حالا اجازه میدم لعابدار که شد مرحله آخر میریم برای اضافه کردن خامه. یه مقداری هم از جعفری ها همیشه نگه دارید تو گوشه کنار، زمانی که میخواید سروش کنید آماده داشته باشید. اینم از مرحله آخر. ببینید اندازه قشنگ، ببینید روون داره راه میره. چرا؟ سوپ شیر چون جو داره زمانی که سرد میشه غلظتش 2 برابر میشه. پس اینم در نظر بگیرید یه دفعه بعد اینکه سوپتون سرد شد نبنده. حالا میریم سراغ خامه. خامه یه ترش باشه خیلی بهتره و سفتش هم بگیرید.
اینم تقریبا به اندازه نصف استکان بهش خامه اضافه میکنی. خامه رو هم مرحله آخر و بازم شروع به هم زدن میکنی تو همین مرحله. این هم زدن رو تا زمانی که زیرش رو خاموش بکنید باید ادامه بدید، چون اگه یه ذره ته بگیره خیلی بدمزه و اصلا خوب در نمیادش. این افوتای کوزه‌گریشه، بعد باید تو ورمر نگرش دارید، حرارت غیر مستقیم بهش بخوره دیگه. اینو من یه چند دقیقه دیگه خاموشش میکنم و براتون سروش میکنم. این سوپ شیر رو میزنی به بدن میشی کرگدن. اگه لاغری چاقت میکنه، اگه چاقی مفجرت میکنه، خیلی کالریش بالا. خب این سوپ شیر ما آماده شد و بهتون فقط نشون بدم. نگاه کنید قارچاش کاملا سفید، خوشگل، قشنگ، راحت توی قاشق میاد، غلظتش یه اندازه مناسب داره، زیادم غلیظ بشه دلو میزنه. و چون به عنوان پیش غذا میارید، اینا فوتای کوزه‌گریشه دارم بهتون میگم، چون به عنوان پیش غذا میارید طرف دیگه نمیتونه غذا بخوره، سعی کنید غلظتش رو کمتر بگیرید، خامه رو کمتر بریزید، شیر به اندازه مناسب و کارتون آماده است. فقط از اولم که شروع میکنی، از ابتدا تا انتهاش فکر میکنم 30 دقیقه شدش، ولی تو خونه من خودم پختم. اما اول تا انتها، از زمانی که شیر میجوشه دیگه بعد ازش مراقبت کنید و زمانی هم که جو رو ریختید آماده گل شدن خودش رو بگیره و تهنشین بشه، حتما مراقبش باشید تو این مراحل، بعد دیگه میتونید غذاتون رو به راحتی سرو بکنید. هر جای دنیا که هستید شاد و خرم باشید. دوستتون دارم و به خدا بزرگ میسپارم بهتون. بذار منم یه قاشق بزنم ازش. به 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 به، نگم براتون، بریم پدرش رو در بیاریم.